خب با سلام درود مجدد، این قسمت هشتم هست و بحث مسکن ادامهش میدم، بعد میرم وارد بحث دیگه میشم. خب پس اینا آمدن گفتیم فضا فروشی کردن، مسکن گرون کردن تو کشور، اجاره رفت بالا و مردم وقتی که اجاره رفت بالا، وقتی هر کسبه هر شغل داشته باشه، وقتی اجاره خونه و هزینه مسکن بره بالا، مجبور جنساش بکشه از دیگران در بیاره. بانک خصوصی هم که اومدن اینجا ملک و زمین خریدند. من براتون مثال اول بزنم. اول یک سال از انقلاب گذشته بود، یه آقای بود تو مشهد به نام لولویی. اون موقع پیکان 60 تومن 70 تومن تازه شده بود. این شروع کرد به پیکان خریدن از تمام این ور اونور، مثلا 70 تومن 65 تومن 70 تومن پیکان خرید، حدود مثلا 1400 500 تا خرید. گفتم آقا لولویی چیکار می‌کنی؟ گفت تو یاره نمیدونی، تو تماشا کن مو چیکار می‌کنی. خوب دقت کنید، این در تمام سیاست اقتصادی کشور ما، این قصه که تعریف میکنم دخیله، در همه جا هست که خود وقتی من تعریف کنم یادتون میاد که چقدر بلا سرم سر قضایی اومده تا حالا میگیرم. آقا این بالغ بر 1500-600 تا پیکان خرید با چک و با یه مدار نقدی با فلان اینها خرید و بعد 10-12 نفر فرستاد اصفهان، تبریز، تهران، شیراز، اهواز، فرستاد برید پیکان بخرید حدود 100 تومن. آقا اینا رفتن و هر کدوم دو تا ماشین خریدن حدود 100 تومن. یارو گفت چند بود؟ من 100 تومن می‌خرم. آقا یه دفعه قیمت شد 100 تومن پیکان. بعد پیکانان 10-12 تا پیکان بیشتر نخریدن، هر کدوم دو تا بیشتر نخریدن. آمد مشهد، بعد شایع کردن پیکان 120 تومن. در سرتون ندم. بعد از دو ماه و نیم پیکان 60-70 تومن خریده بود، 150 تومن صف وایسنش خریدن، صف وایسنش خریدن، 150 تومن فروخت. باز 5 ماه بعد اینی که 240,000 تومن و خدا میلیون میلیارد اون زمان پول برداشت و رفت. همون اتفاقی که به مرتب تو کشور ما داره میفته، یعنی شو اجرا میکنن، دلار داره گرون میشه، مردم میرن میریزن میگیرن، بعد میشن پای بعضی کاری که کردن دیگه میبینید دیگه. تو مشهد یه بار گفتن زمین ها گرون شده، آقا ملت ریختن زمین آشغال مثل مثلا 2000 تومان 20000 تومان خریدن، فلان که بیزار کردن. پولاش کجا رفت؟ پولا همه رفت شد ماشین فلان و چیچیک و فلان همش از خارج اومد، اونا آباد شدن، اینا یه دفعه که زمین ها موند. خب پس بانک های خصوصی اومدن مسکن و قرض رسان اومدن روی قصه اسمای آنچنانی، تبلیغات آنچنانی، چه تبلیغات گستردی، هزینه های آنچنانی عجیب. کی؟ عجیب منشون، عجیب مملکت. فوز به ده قهقرا رفتند. از او برم که خرج اتینام زیاد شده بود دیگه، فلسطین کم کم خرج زیاد شد، لبنان خرج زیاد شد، کم کم بعد از جریان صدام عراق اومد تو کار، عمر مجانی بهشون بدیم، میخواستن جنگ عراق هم شرکت بکنن، آقایین کروبی آقای میرحسین دار دسته اینها بگذاریم. بعد کم کم کشور دیگه آفریقا، آقای بعد دوران آقای احمدی‌نژاد که به همه میبخشید و ارث پدرش بود، و بعد دوران احمدی‌نژاد نفت رفت بالا. گفت آقا این کار امام زمان هست و باید پول بره امام زمان بذاریم کنار که وقتی باید بهش پول بدیم. تحریم هم بودیم، تحریم هایی که درست کرد خودش درست کردن. چون دوستان اگر مملکت نمیذاشتن، روی قاعده که میگم این جوکه من میگم، چون من میدونستم نمیذارم، خب ما الان میدونیم نمیذارم، تو قاعده بود که این همه هزینه ما نداشتیم که. ما 90% کارهای وارداتیمون، جنس وارداتیمون از کشور واسطه بود، اصل همون از کشور واسطه بود. اونها همه آباد شدن، کره جنوبی آباد شد، کره جنوبی قدوسان قبل از انقلاب کارگر عملی ما از کره جنوبی بود، از طریق ما اونها آباد شدن، ترکیه آباد شد، تمام اینها اومدن آبادشون کردن از طریق پول کشور ما. دبی از طریق ما آباد شد، دبی این نبود که شما میبینید، دبی این نبود که شما میبینید. شاه اونجا یک باشگاه ایرانیان ساخت، دو تا مسجد و یک بیمارستان، میرفتن مردم اونجا، یک بانک چهار طبقه ساخت تو میدون جوان ابو ناصر، مردم اونجا تعظیم کردن، عکس میگرفتن. تمام رو جنسایی بود که دست دوم از ما میخریدیم یا از طریق اونا میخریدیم، اونا به آباد شدن، رشد کردن در حد لالیگا. خب از این بر آمدیم و بعد دیگه خود وضع پولیمون خوب شد،
سوریه دوستان 38 سال است آقای بشار اسد، چون با صدام لعد بود زمان جنگ، حزب بعث صدام با حزب بعث آقای بشار اسد 38 سال است از ایران نفت و گاز مجانی میبره. همین خامنه‌ای رفت اونجا با رئیس جمهور آمد که به حساب آقا پول ما رو بدین، اونا بهشون گفتن که آقا فلان، یه آیه خوندن آقای خامنه‌ای باز آیه بس بود آقا یه حرفا نیست. 38 سال هنوزم دارن میدن، حالا اونها پول میدن. بعدا کم کم شروع کرد تهیه سلاح برای این کشورها، برای افراد اونجا. آمریکا اسلحه میفروشه پولشو میگیره، ما اسلحه میخریم مجانی به اینها میدیم، در مقابل هم قرار بگیرند و بری شما هم بخندند، بری شما هم بخندند. پولهای گزافی توی این مسیرها رفت و داره میره، هنوزم داره میره تا یمن. آمدن یک توی چین هم یک مقدار شیعه هستن، این مقدار شروع خواستن بکنن ایران رفت دخالت کنن، چینا گوشتن گوشون پی پیکارتون، اینجا یه حرفا نیست، یه سفتی. بعد شروع کردن تخریب های دیگه، کار دیگه کردن، بمبگذاری ها، ترور ها، هزینه های گزاف کردن به قضیه فرستادن اسلحه به اینجا به اونجا و از این کار زیادی که خودتون میدونید کرده شهیدین دیگه، رو هواپا ساقط کنیم، این کاری کار بکنیم که مطرح کنن خودشون رو، ولی همش باخت بود، همش باخت. مثلا برای ترور یک نفر این ایکس که کل سرتاپاش دو ریال نمیارزید، باید مثلا اون موقع مثلا چند صد میلیون خرج میکردن که چی بشه. اینا همه دست به دست هم دیگه داد، بی نتیجه الان رسیدیم و اینی که من به دوستان اعلام میکنم آقا برید پول از بانک ها در بیارید نذارید بمونه، چون من میدونم آخر عاقبتش چیست. الان بانک اقتصادوین شرخر استخدام کرده، بکنی زندان چی میشه؟ هزینه زندانش هم باز باید دولت بده، ملت از چی ما میدن؟ یعنی طرف با یکی دیگه اختلاف داشته، چک داده نده رفته زندان، بازداشت شده، پولش باید من تو بدی، خرج زندان و زندانبان همه از چی من شما داره میده. شاهکار نیست، همش قهقراست. برای مهریه، یکی مهریه کرده، یکی دا نگرفته، یکی زندان چیکار گرفته زندان. روزی مثلا حدود الان فکر کنم هر زندانی 20 25000 تومان هزینه شه، حداقل تا جایی که من میدونم. عجیبه کی میره؟ عجیبه کارتون خوابه، اون که مارسن پرشمونن بیرون تو گور میخوابه، اون جوانی که به هزار امید میاد. بعد شکم سید اون چشم گرسنه و طبع ضعیف اینها سیرک نمیشه که، چون تب بلند نیستن. دوستان یکی از مشکلات عمده و تفاوت الان با زمان شاه، شاه تبش خیلی بالا بود، مسئولین مملکت اصلا تبشون بالا بود. یک حکایت تعریف میکنم توی چند روز، من حکایت تعریف میکنم توی چند تا کلیپ. یعنی یه جوانی گرسنه شده بود، از زمانش خوب نبود، یه پیرزنی بود، آدم خیلی خوشرویی بود و هر کی میرفت در خونه نامیدش نمیکرد. رفت در خونه دم غروب زد، پیرزن گفت چی؟ گفت مادر گرسنه. گفت بیا تو. رفت تخم مرغ درست کرد با جوش خورد و گفت مادر دستم خیلی خالی، اگه چیزی کمکم کنی اینها برمیگردونم. گفت مادر من که تو بده پولمون ندارم. رفت در صندوقش باز کرد و یه دستمالی در آورد و توش یک تا نقره شکست و یه چیز بود، یک سنگی هم توش بود. پسره گفت میتونم این سنگی برای خودم بردارم؟ گفت برش دار مادر. پسره دوید اومد بیرون، فردا صبح رو طلا فروشیه، این سنگ از من چند میخری؟ یه نگاهی کرد به قیافی رو، نگاهی کرد فهمید سنگی خیلی میارزه، این حالیش نیست. مثلا اون زمان مثلا حالا به پول الان حساب میکنم میخوام بگم، گفت 10000 تومان. گفت نه نمیفروشم، در سر تو ندم، این سنگ تا ظهر به پول الان 2 میلیارد تومان مشتری پیدا کرد. گفت نمیفروشم. برگشت در خونه پیرزنه، گفت مادر. گفت بله. گفت این سنگ میدونی چی؟ گفت آره. گفت چند میارزه؟ گو آخرین بار 3 میلیارد خواستن ندادم، یادگاری مادر بزرگم پدر بزرگ جدن رو نگه داشتم. گفت تو میدونیسی سنگ 3 میلیارد میرسه اینجا من دادی؟ گو آره. گو سنگ مال خودت، او طبعی که تونست اینه ببخشه به من بده. دوستان ما گیر ملت و نژادی افتادیم که در طبع فقیرترین و بدبختترین و کوته بینترین طبع دنیا رو دارند، سیری ناپذیرند. زمان شاه تب ما ایرانی بالاست، علت یک سلام در اینات همینه، به درد آقایی هم گرفتاریم. ما نمیتونیم این اینا مثلا داستانی سعی تعریف کنه که
سگ پای رو چوپان گاز گرفت، گفت تو چرا پای سگ گاز نگرفتی؟ گفت من در شأنم نیست پای سگ گاز بگیرم. پستن، پلیدن، سیری ناپذیرند، هرس میزن، هیچ وقت هم سیری نمیشه، چشم همیشه گرسنه است، این چشاشون همیشه گرسنه است. میلیارد میلیارد از این مملکت دلار و ریال بردن، باز هم یه جا غذا میبینن انگار که از قحطی خلاص شدن، چون طبعشون گداست، پستن و اینا بر محاکمند همش بدون استثنا. چون اگه کسی طبعش بالا باشه، انسان باشه، با این همراهی نمی کنه، شأنش نیست، شأنش نیست. میگن وقتی که گاو یا گوسفندی به غیر از اسب و الاغ میرسن به یک یونجزار، به یونجزار میرسن ذوق میکنن، پای میخورن و میرن جلو، یعنی از یک کنار نمیخورن برن، همینجور میخورن میرن جلو. بعد بقیه یونجار رو لگد مال میکنند، بعد که برمیگردن لگد مال شده و بخش کثیف شده، ادرار کردن، کسافت کردن، بعد دیگه نمیخورند، کس دیگه هم نمیخورند، هر جا پا گذاشته همین کارم کردن. حالا رداش اینو بدن در میاد، در میاد. من تر بردم برای یه تری بود، برای آب بردم پیش رفسنجانی. بعد خب من دیدم ترم نگاه نکردم. بعد اینجا میخوام بگم، حالا وقت دارم 3-4 دقیقه، که بعد زمانی حکومت بیشتر به ذلت و خفت افتاد که سازمان های دولتیش اومدن توی وارد اقتصاد شدند، این سپاه، این اطلاعات اومدن تو کار. بعد هر تری که میبردی میدادن به اینها. من رو تو کارخونه افتادم، دیدم تو کارخونه تو میانه، دیدم که دو تا مرغ افتادن وسط معبدی کارخونه. نگهبان خواستم، گفتم ببینم، گفتم چرا اینجا؟ گفت والا راستش سگ کارخونه اینا رو خفه کرده. گفتم سگ رو بگیر بکن تو قفس در ببند. رفتم به سگ گفتم خب خفه کردی بخور، انداختم مرغا جلوش، دو روز بهش غذا ندادم، گفتم مرغا رو بخور، خفه کردی بخور. بعد من بینام بودم آقا تر منو بردید، تر خیلی ها رو بردید، هر تر خوب میده میگرفتن، طرف خیلی حرف میزد کلکشن میکردن، هزار تومن بهش میزدن، خیلی ها رو بعد دفع کردن. بخورید، انجام بدید، شما هر طریقی با شکست مواجه شده، از اتوبان شمال تا الی آخر. صد نیست اینا اومدن دوستان در زمان، میدونید که این زاینده رود پشت اون کوه های اومد آب زیادی است، شاه عباس اومد این کوه رو بتراشه، اون موقع بحث تونل نبود، بتراشه که آب رد بشه این ور طرف اصفهان بیاد، وسط اون وسط کوشه کافتر کوتاه پایین بود، یعنی دو طرف کوه میزدن، شاه عباس مرد، این طرح موند. بعد رضا شاه اومد با اون امکانات، اون موقع با سرمایه که دوستان میرفتن میدن دو واقع توف و یخ زراس یخ میزنه، با اون مدت، با اون مشکلات، با اون مسائل مالی دو تاشو زد، دو تا تونل زد، سومش هم ممرز شاه زد، چهارمیش الان 21 سال دارن میزنن، چون مدیر فرمانده 50-60 تا، کارگر 5 تا، نمیتونن این کار نیستن. بچه هم گفتم بهتون این کار نیست، کار هر بز نیست، خرمن گفتن گاوهای نر میخواد و مردهای کهن، پس اینا خودشونو بکشن زدی هر چقدر شعار ده، چون اینا فقط تبلیغاته، یعنی مملکت با تبلیغات بیدار رسوندن، با تبلیغات بخور کرد گوش مردم کردن، نسل جدید عادت کردن به تبلیغات، اینا به هیچ جا نخواهند رسید و محکوم به شکست و محکوم به فنا هستند. شک نکنید، شک نکنید. تا کلیپ نهم ایام بگم روزگارتون خوش، خدا نگهدار.